بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه به زندگی و شرح احوال صوفی شورید حال، شمس الدین بن ملکداد تبریزی. شمس تبریزی از اهالی تبریز بود. او از نوجوانی طبع پارسا داشت و در جوانی به عرفان گرایید و در مدت زمان کوتاهی از استادانش پیش افتاد. طبع بلند و روح متعالی او سبب شد که برای یادگیری بیشتر به سفر برود. او به دنبال این بود که با افراد مراوده کند که از او بیشتر می دانند و از آنها بیاموزد. شمس به مقام و منزلت خود آگاهی کامل داشت و اگر کسی او را مسخره می کرد بدل نمی گرفت. او هر جا که درس می آموخت از گرفتن ماست پرهیز می کرد. شمس تبریزی در 60 سالگی به دنبال کسی می گشت که لیاقت آموخته های او را داشته باشد. به این منظور وارد قونیه شد و مولانای 40 ساله را لایق دانستن گوهر علم خود تشخیص داد. شمس استاد مولانا بود. مولوی در محضر شمس تبریزی حکمت عملی را به شیوه متفاوت تجربه کرد و دلباخته روش سیر و سلوک او شد. ارتباط این دو به حد عمیق شد که حسادت اطرافیان مولانا را برانگیخت و تلاش کردند آن دو را از هم دور کنند. زندگی نامه شمس. شمس تبریزی در سال 582 هجری قمری در شهر تبریز دیده به جهان گشود. از پدر و مادر شمس تبریزی اطلاع زیادی در دست نیست. تنها اشاره‌ای که شمس تبریزی در مقالاتش به والدین خود کرده، اشاره‌ای به مهربانی و نازک‌دلی آنها است. شمس تبریزی خود را ناز پرورده والدین خود توصیف می‌کند. برخی منابع پدر شمس تبریزی را فردی با نام جلال الدین گزارش می‌کنند که به نوع مسلمان نیز شهرت داشت. این نام نشان دهنده این است که پدر شمس تبریزی مذهب دیگر داشته و بعدها مسلمان شده است. شغل پدر شمس تبریزی را پارچه فروشی و تجارت در شهر تبریز ذکر کرده اند. او پدرش را فرد نیک مرد دانسته و تنها ایراد او را عاشق نبودنش توصیف کرده است. شمس تبریزی زندگی متفاوت از دیگر مردمان داشت. او در یک جا ساکن نمی شد و راه سلوک عرفانی را از روش های وجدآور تلقی می کرد. چون شمس تبریزی همانند مردم عادی ساکن یک جا نبود، بناهن همین خصلت او سبب شده است که اطلاعات زیادی از او در دسترس منابع قرار نگیرد. او عارف زهد پیشه بود و جزئیات طی مراحل زهد و عرفان توسط او مشخص نیست. او روزگارش را بر ریاضت می گذراند و در هیچ شهر و دیاری سکونت نمی کرد و همواره از یک جایی به جای دیگری سفر می کرد. شمس تبریزی از شاگردان شخصی به نام ابوبکر زنبیلباف بود و از او درس های بسیار آموخت. شمس تبریزی در محضر ابوبکر روزگار بگذراند و از استاد خود پیشی گرفت. او به مرحله ای رسید که درس استاد برایش تکرار بود و دیگر نمی توانست رضایت او را جلب کند و تصمیم گرفت تا استاد را رها کرده و به سفر برود. شمس در سفرهایش از محضر مردان طریقت بهره گرفت. برخی بر این عقیده اند که او مدتی را نیز
به شاگردی بابا کمال خجندی گذراند. برخی نیز بر این عقیدند که او با شیخ اهودی کرمانی دیدار داشته و در خانقاه‌های بغداد مدتی را به گفتگو و تبادل نظر با او گذرانده است. شمس تبریزی عارف بود و به هر شهری که می رفت، اگر آن شهر مکتب داشت، مدتی را در آن شهر به مکتب داری می گذراند. او در مکتب و تدریس هیچ پول دریافت نمی کرد و روزگار خود را از طریق بافتن شلوار بند می گذراند. در هر شهری که فرود می آمد، در کاروانسرا منزل می گرفت. با وجود این که عارف و صوفی بود، اما از مدرسه و خانقاه فراری بود. شمس خود را تنها می دانست و وقتی از او می پرسیدند چرا در مدرسه یا خانقاه منزل نمی کند، می گفت: آنها اهل بحث هستند و بحث کار من نیست. او بر این اعتقاد بود که تنهاست و تقدیر او چنین بوده که خداوند او را تنها خلق کند. شمس تبریزی در اغلب اوقات نمد سیاه می پوشید. او حدود یک سال را در یکی از حجره های یک مدرسه در حلب گذراند. مردم سادگی شمس را دوست داشتند، اما به دلیل فاصله علمی و شخصیتی که او از لحاظ عرفانی با مردم داشت و همچنان زبان سخت و رمزآلود او، ارتباط کلامی او را با مردم دشوار ساخته بود. شمس در ادامه سفرهای خود به قونیه رفت، شهری که مولانا جلال الدین محمد بلخی در آن بود. از شمس پرسیدند: در شهر چه کاری داری؟ پاسخ داد: برای دیدن یکی از عالمان آمده ام. شمس در خواب دیده بود که او را به کاری واداشته اند و رسالت دارد تا مدتی را در همصحبتی عالمی در روم شرقی بگذراند. پس برای انجام رسالت خود به شهر قونیه برآمده بود. شمس و مولانا. شمس تبریزی همیشه در سیاحت بود. از این جهت او را به پرنده تشبیه کرده اند که زمین را طی می کرد. شمس با تاریخ 26 جمادی الثانی سال 642 هجری قمری به شهر قونیه با دیدار مولانا رفت. مولانا قبل از دیدار با شمس از عالمانی بود که در 4 مدرسه مشهور قونیه درس فقه می‌داد. مولانا از احترام زیادی در نزد بزرگان قونیه برخوردار بود و آنها در رکابش سر تعظیم فرود می آوردند. مولانا بعد از دیدار و گفتگو با شمس بعد از مدت دگرگون شد. شخصیت نیرومند شمس بر مولانا اثر گذاشت. او لباس عوض کرد و درس و منبر و وعظ را کنار نهاد. مولانا از مدرسه دور شد و با موسیقی و رقص سما روی آورد. مردم قونیه که چهره علمی و دینی مولانا را دیده بودند، با تغییر احوال او در اثر ارتباط با شمس ناراحت شده بودند. مولانا پس از دیدار با شمس دستار از سر برداشت و مجلس خطابه را ترک کرد و در خانه نشست و با تأثیر از شمس با موسیقی و رقص سما روی آورد. شمس تلاش می کرد تا مولانا را که به ظواهر دین آراسته بود از خود تهی کرده و درون او را غنا بخشد. او به مولانا تعلیم می داد و او را وادار به سکوت می کرد. سکوت یکی از مراحل عرفانی است که با تهی کردن آن عارف به مرحله جدید عرفانی راه می گشاید. از مردم معمولی تا عالمان دینی و حتی اطرافیان و نزدیکان مولانا نتوانستند حال دگرگون شده او را تحمل کنند.
مولانا به همراه شمس در رقصهای صوفیانه سما شرکت می‌جاست و نزدیکی به خداوند را از طریق موسیقی و رقص تجربه می‌کرد. مردم که حال مولانا را درک نمی‌کردند، عامل این تغییر و دگرگونی را شمس تبریزی می‌دانستند و علیه او شورش کردند، چون از نظر آنها این حرکات مولانا شایسته یک عالم دینی گران قدر و شهیر نبود. شمس وقت اوضاع را دید، پس از گذشت 1.5 سال هم نشینی و دوستی با مولانا، بدون اطلاع او قونیه را ترک کرد و به دیار نامعلوم رفت. مولانا از فراق شمس شوریده حال شد، گوشه عزلت گرفت و ارتباطش را با اطرافیانش قطع کرد. مولانا خانه نشین شد و در را بروی خود بست و تمایل دیدار با هیچ کسی حتی اعضای خانواده اش را نداشت. نزدیکان مولانا تحمل حال او را نداشتند و از رفتار با شمس تبریزی پشیمان شدند. مولانا بعد از مدتی نامه ای از شمس دریافت کرد که نشان حضورش را در شام داده بود. مولانا فرزندش را با 20 تن از اطرافیان برای آوردن شمس به شام فرستاد و شمس با استقبال ویژه‌ای از جانب مولانا روبرو شد. مولانا برای حضور شمس تبریزی محفلی را ترتیب داد که در آن مجلس شور و سما برپا شده بود و شمس را غرق در شادی حضور کرد. شمس تبریزی به دلیل مخالفت اطرافیان مولانا مدتی از او دور شد، اما وقت مولانا را آشفته دید دوباره به او بازگشت. به نظر می رسد هدف شمس تبریزی از سفر و دور شدن از مولانا این بود که با غیبت خود مولانا را به مرحله استغنا از خود برساند و از این طریق شمس درون مولانا را زنده کند. شادی دیدار شمس برای مولانا چندان طولانی نبود. خیلی زود دوباره رفتارهایی که ریشه در حسادت و کینه داشت خود را در قالب آزار شمس نمایان کرد. شمس تبریزی با مشاهده این رفتارها تصمیم به ترک قونیه گرفت. مولانا پس از دیدار با شمس دستار از سر برداشت و درس و وعظ را ترک کرد، عقاید او تغییر کرد و دیگر اثری از تقدیر و دوزخ در سخنانش دیده نمی شد. او یک بار تمام تعالیم خود را کنار گذاشت و به سما و موسیقی روی آورد تا از این طریق خدا را جستجو کند، زیرا مولانا دیده بود که شمس تبریزی چگونه شراب وحدت می نوشد و با موسیقی از خود بی خود می شود، اما در این راه هرگز دچار خطا و اشتباه نمی شد. مولانا دریافته بود که شمس بدون دوری از دنیا روح خود را پرورش داده است و با وجود این که با همه افراد امکان نشست و برخاست دارد، هرگز از آنها اثر نمی پذیرد. او دریافته بود که شمس تبریزی با وجود این که در دنیای خاکی زندگی می کند و شادی و استغنای درون دست یافته و کاملاً به خدا وصل است و اثر عالم دیگر در تمامی رفتارها و کردار او نمایان است. شمس تبریزی و کیمیا خاتون. شمس تبریزی نه تنها روی مولانا بلکه روی تمام افراد خانواده او اثر گذاشته بود. شمس حتی روی دختر کوچکی که مولانا او را به فرزند خواندگی پذیرفته بود اثر داشت و روح و جان او را منقلب کرده بود. مولانا به دلیل علاقه کیمیا خاتون به شمس تبریزی آن دو را به عقد یکدیگر درآورد. در آن زمان کیمیا خاتون 25 سال داشت و شمس تبریزی 60 ساله بود.
شمس تبریزی علاقه به وصلت با کیمیا خاتون نداشت و به درخواست مولانا تن به ازدواج داد. اما کیمیا خاتون عاشق رفتار و سلوک عارفانه شمس بود. شمس تبریزی در طول دوران زندگی با کیمیا خاتون به او بی توجه بود. کیمیا خاتون تلاش زیادی برای جلب توجه شمس تبریزی از خود نشان می داد و هر بار نتیجه برعکس می گرفت. کیمیا عاشق شمس بود. شمس با بی توجهی به او تلاش کرد از وابستگی کیمیا بکاهد. کیمیا از کودکی شخصیت فکور داشت و گاهی طوری به فکر فرو می رفت که جسم از جانش پر می کشید و خشک می شد. او دختر متفاوت از هم سن و سالهایش بود. در روستا زندگی می کرد اما با فراگیری علم و دانش علاقه بسیاری داشت. کیمیا خاتون برای آرامش درس را در محضر مولانا آموخت. کیمیا خاتون از زمانه خود پیشتر بود و زندگی را از زاویه عشق می نگریست. او زندگی عاشقانه را با شمس تبریزی آغاز کرد اما شمس او را نمی پذیرفت و آزار می داد. با گفته منابع کیمیا در اثر بی توجهی و سختگیری های شمس هر روز نحیفتر می شد تا در بستر بیماری افتاد و چشم از جهان فرو بست. نظر به شخصیت عارفانه و دانایی که منابع تاریخی از شمس تبریزی به دست می دهند، رفتار شمس تبریزی با کیمیا خاتون را نمی توان به سادگی تعبیر کرد. برخی از صاحب نظرانی که شخصیت شمس تبریزی را از لحاظ روانشناسی بررسی کرده اند با این باورند که احتمال دارد شمس تبریزی از طریق بی‌توجهی با کیمیا خاتون قصد داشت او را از مراحل عرفان عبور دهد و توجه او را از سمت خود یعنی توجه به شمس به عنوان عشق مجازی دور کند و به سمت منبع اصلی آفرینش یعنی عشق حقیقی سوق دهد. آثار و اشعار شمس تبریزی. شمس تبریزی عادت به نوشتن نداشت و این را خود او در سخنانش گفته است. آثاری که به نام شمس بر جای مانده برگرفته از گفته هایی است که توسط مولانا و اطرافیان او جمع آوری شده و به نگارش در آمده است. مجموعه مقالات شمس سوال و جواب ها و مباحثی است که بین او و شاگردانش رد و بدل می شد. این مقالات حکایات جذاب در دل خود دارند که مولانا آنها را در دوره همنشینی با شمس و شاگردانش آموخته است و بعد از او مریدانش آنها را جمع آوری کرده و به نگارش درآوردند. موضوع این مقالات در مورد شخصیت و زندگی شمس تبریزی در قونیه، ارتباط او با مولانا و حکایت هایی است که شمس از طریق آنها به مولانا درس آموخته است. غزلیات شمس تبریزی و مناقب العارفین از دیگر آثاری هستند که به شمس تبریزی نسبت داده شدند. غزلیات شمس تبریزی یکی از آثار مولاناست که آن را به نام شمس تبریزی ثبت کرده است. مرگ شمس و آرامگاه او. شمس تبریزی پس از آن که مورد آزار و اذیت اطرافیان مولانا به ویژه پسر کوچک مولانا قرار گرفت، تصمیم گرفت تا قونیه را ترک کند. او به این نتیجه رسیده بود که همه آنچه را باید به مولوی یاد می داد به او انتقال داده است و ماندن بیش از این او در قونیه بی نتیجه است. شمس تبریزی پیش از آن از مولانا خواسته بود که اگر قونیه را ترک کرد سراغی از او نگیرد. منابع تاریخی در مورد این که سرانجام
شمس چه شد اختلاف نظر دارند. برخی بر این عقیدند که شمس توسط پسر کوچک مولانا کشته شد. برخی دیگر بر این عقیدند که قونیه را ترک کرد و دیگر باز نگشت. و بعضی دیگر نیز معتقدند که شمس از نظرها غایب شد و دیگر اثری از او دیده نشد. برخی بر این عقیدند که شمس تبریزی به صورت درویش ناشناس به شهر خوی آذربایجان رفت و مدتی را در آنجا ماند و مریدان در این شهر اطراف او را گرفتند. با گفته منابع شمس تبریزی در شهر خوی با مرگ طبیعی دیده از جهان فرو بسته است. در منابع تاریخی نشانی از مقصد سفر آخر شمس تبریزی از قونیه دیده نمی شود. اما برخی از منابع مزار او را در خوی دانستند. شاید این امر سند بر این باشد که شمس تبریزی خواسته یا ناخواسته مدت زمانی را در خوی سپری کرده است. یکی از این منابع کتاب مجمل فصیحی است که فصیحی خوافی در آن مزار شمس تبریزی را در خوی توصیف می کند. یکی دیگر از منابعی که در مورد مدفن شمس تبریزی نوشته است کتاب منشآت السلاطین از فریدون بیگ است که در آن نوشته شده سلطان سلیمان عثمانی پس از بازگشت از تبریز مدت 3 روز در خوی بود و از آنجا به زیارت مزار شمس تبریزی نیز رفته است. به نظر می رسد شمس بعد از جدایی از مولانا از قونیه به شهر خوی رفته و در آنجا اقامت گزیده است و مولانا نیز به دلیل بیم جان او توسط اطرافیانش به دنبال شمس نرفته است. پس دانسته می شود که شمس تبریزی در خوی مانده و همانجا از دنیا رفته است. آرامگاه شمس تبریزی در خوی از مکانهای زیارتی شهر است که گردشگران و علاقمندان به مکتب شمس مولانا برای زیارت آن می روند. چند نمونه سخن عارفانه از کتاب خط سوم شمس تبریزی. آن خطاط 3 گونه خط نوشت. یکی آن که او خواندی لا غیر، یکی را هم او خواندی و هم غیر او، یکی را نه او خواندی نه غیر او، و آن خط سوم منم. 2. هنوز ما را اهلیت گفتن نیست، کاش که اهلیت شنودن بودی. تمام گفتن می باید و تمام شنودن. بر دلها مهر است، بر زبانها مهر است و بر گوشها مهر است. 3. جون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من درآویزد که مگر نگویم، اگرچه بعد از 1000 سال باشد. این سخن بدان کس برسد که من خواسته باشم. 4. عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنا فراخ. از سخن پیشتر آ تا فراخی بینی و عرصه بینی. 5. من آن مرغکم که گفتند به هر دو پای درآویز. آری درآویزم، اما در دام محبوب درآویزم. 6. هر که را دوست دارم جفا پیش آرم، اگر آن را قبول کرد من از آن او باشم. اکنون همه جفا با آن کس کنم که دوستش دارم.